بینندگان عزیز، سنا روحانی هستم و همراه با کادر فنی درود میفرستیم خدمت شما و خوشحالیم که در برنامه برای فردای این هفته با ما همراه هستید. میهمان برنامه ما همکار عزیزم خانم لیلا حیدریان هستند که ایشون بر روی اسکایپ از وین با ما همراه هستند. لیلا جان، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. خیلی ممنون، خوشحال هستم. خیلی لیلا جان به تازگی برای من لینکی رو فرستادن در ارتباط با برنامه‌شون در کنفرانس تد که من این برنامه رو که دیدم خیلی خوشم اومد و بر این شدم که لیلا جان رو دعوت کنم که خودش برای بینندگان ما اون نکاتی رو که در اون کنفرانس تد گفتید بگید. ولی لیلا جان، قبل از اون یه توضیحاتی بده در مورد این کنفرانس که کجا بود و اصلا این کنفرانس های تد در چه ارتباطی برگزار میشه؟ بله، کنفرانس های تد یک کنفرانس هایی که بین المللی یه دفعه در سال تشکیل میشه و اصلیش از کالیفرنیا بوده، شروع شده. تد هم یعنی تکنولوژی، انترتینمنت به معنی رسانه ها و دیزاین به معنی هنر بیشتر. و اصلش این بوده که ناطقا جمع میشدن و در مورد این سوژه ها صحبت میکردن، حالا هرچی که تازگی داشته یا الهام بخش بوده. اما در حال حاضر دیگه راجع به هر سوژه‌ای صحبت میشه و از هر رشته‌ای آدم‌ها میان و صحبت میکنن، یه 18 دقیقه 20 دقیقه. و کنفرانس‌های کوچیک‌تر هم هستش دور دنیا که یکیش در وین بود و اینم اسمشو میذارن تد اکس که یه خود کوچیک‌تره. منم تونستم اونجا شرکت کنم و یه خود صحبت کنم. این کنفرانس ها در خصوص فکر میکنم ایده هایی که ارزش گسترش رو داره سعیشون بر این هست که در این کنفرانس ها بیان بشه و با دیگران در میون گذاشته بشه، درسته؟ درسته. میخوان که الهام بخش باشه سوژه ها و واقعا یه خدمتی باشه، یعنی یه ایده ای باشه که باعث بشه که یه پیشرفتی درسته یا تو هر رشته ای پیش بیاد. آره. خب شما به خصوص دعوت شدید به خاطر، فکر میکنم به خاطر تجربه اید که داشتید در آفریقای جنوبی. شما اصلا رفتید اونجا و الان هم البته ساکن اونجا هستید، رفتید اونجا که یک رسانه ای رو آغاز بکنید. بعد چی شد؟ بعد خب من شوهرم و خودم رفته بودیم آفریقای جنوبی و میخواستیم ببینیم که اصلا اصولا در تلویزیون آفریقای جنوبی چی نشون داده میشه و اصلا فرهنگ اونجا چجوریه. میخواستیم خودمون ببینیم که واقعا کاری که میتونیم اونجا انجام بدیم چه کاریه و چی لازم هستش. و یه شب نشسته بودیم داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم و رسیدیم به این برنامه های ریالیتی تیوی که هستش، که من حالا یه لغتی رو ندارم به فارسی، ولی برنامه هایی که واقعیت رو منعکس میکنه، واقعیت هم نسبیه در واقع، هرچی که دوربین نشون میده، ولی برنامه هایی که مثلا یه مسابقه هستش بین دو آدم یا دو تا گروه که میخوان یه جایزه ببرن. و اون برنامه‌ای که اون شب تماشا میکردیم اسمش بود Fear Factor یا Survivor، یادم نیست، و دو گروه بودن روی جزیره‌ای و میخواستن که یه دو سه هفته اونجا زندگی کنن بدون غذا و اینا. قرار بود که مثلا از درخت ها میوه بکنن و خونه هم نداشتن، قرار بود برگ خونه بسازن و هر گروهی که آخر سر برنده میشد میتونست مثلا 50,000 رند که میشه پول آفریقا جنوبی ببره. اینو تماشا میکردیم و معمولا خب ما عادت داریم این برنامه ها رو در آمریکا یا در اروپا تماشا میکنیم. خیلی این برنامه ها معمولا رقابتش زیاده و آدما به هم فوش میدن در واقع و خیلی حرفای زشت میزنن به هم و ما انتظار داشتیم که این برنامه هم همین جور باشه و همدیگه رو یه جورایی بخوان بکشن پایین و از همدیگه بد بگن و اینا. ولی اون شب که داشتیم این برنامه رو تماشا میکردیم خیلی تعجب کردیم، چون دیدیم که این دو گروه که با هم داشتن در واقع بازی میکردن و ما خواست هر کدوم ببرن به هم کمک میکردن و واقعا همکاری میکردن.
یکی که میرفت از یه پلی میخواست بگذره، بقیه بهش میگفتن مواظب باش نیفتی، مواظب باش اونجا مثلا یه نهنگ هستش. خلاصه یه حالت خیلی شیرینی داشت، مهربون بودن همه با هم و این خیلی برای ما تازگی داشت. یه نوع فرهنگی بود که واقعا تازه بود برای دنیای ریالیتی تیوی، برای این نوع رسانه ها، برای این نوع برنامه ها. خب در این گونه مسابقه ها یا این برنامه ها، اگر یه مسابقه بین دو گروه هست، اگر یه گروه دومو کمک بکنه، در حقیقت خب خودش میبازه. چطور میتونه سعی کنه که یه رقابتی داشته باشه، برنده بشه، بلکه هر کسی میخواد برنده بشه و پیشرفت بکنه؟ درسته، معمولا خب مقصد این بازی ها، مقصد این برنامه هم همین هستش که هر کسی ببره، برنده بشه. درست. ولی و خیلی هم جالبه، چون مثلا آفریقای جنوبی یه دموکراسی هست مثل ممالک دیگه و اونجوری نیست که آدم حالا همه جا بره همه به هم بخوان همیشه کمک کنن، مثل همه جای دنیا هستش. ولی یه چیزی بود که اون شب واقعا نشون داده شد، یه حالتی بود که من بعدها هم جاهای دیگه هم دیدم و این یه حالتیه که در اون لحظه کمک کردن و محبت مهمتر میشه از برنده شدن و یه احساسی هستش که یه چیزی هستش تو فرهنگ آفریقا که بهش میگن اوبونتو که اوبونتو یعنی در واقع وقتی آدم میخواد اینو ترجمه کنه یعنی من به خاطر تو هستم، ما به هم وابسته هستیم و خوشحالی تو باعث خوشحالی من میشه، یعنی من بدون تو نمیتونم اصلا برنده باشم. و این یه حالتیه که هستش و هر از چند وقتی آدم در افریقای جنوبی هستش میبینه اینو. حالا اون شب تو اون برنامه خیلی واضح بود برای ما، بعدها این برنامه رو تماشا کردیم، البته اینجوری نبود همیشه، ولی بعدها هم این اوبونتو رو یه چاپه دیدم، خیلی جالبه، ارزش جالبیه. خب خیلی عالی، ما این اوبونتو رو باید به یاد داشته باشیم، یعنی اینکه من هستم چون که تو هستی و ما باید دست در دست هم با هم پیش بریم. ولی لیلا جان، اون چیزی که من از صحبت شما میگیرم، خب این بالاخره یه ریالیتی شو بود، یه مسابقه بود، دو گروه متفاوتی بودن، هر گروهی هم حتما میخواسته که برنده بشه، ولی به همدیگه کمک میکرده، از شأن همدیگه پایین نمی آوردن، فوش نمی دادن، با احترام، با محبت، با شفقت این مسابقه رو داشتن پیش میبردن، اونطوری که من از شما برداشت میکنم. بنابراین یه دید جدیدی داره میده به اینکه رقابت داشته باشیم، ولی یه رقابت سالمی رو داشته باشیم، یه رقابتی رو داشته باشیم که از جایگاه خودمون به عنوان یک انسان جایگاه خودمون رو پایین نیاریم. درسته، این خیلی مهمه. بفرمایید. یعنی من اصلا خیلی برای من مهم بود که نگاه کنم ببینم تو این دور زمونه الان دنیامون چجوریه. تا قبل از انقلاب صنعتی هنوز دنیامون یه جوری نبود که حالا به این شدت به هم وابسته باشیم که الان هستیم. الان از نظر سیاسی، از نظر نمیدونم اجتماعی، از نظر حتی محیط زیست و اقتصاد، اینا همه باعث شده که واقعا به هم وابسته هستیم شدیداً و اگه یک کسی بازنده باشه در واقع همه بازنده شدن. فایده ای نداره که این بازی که ساختیم و در سیاست هم در واقع داریم اجرا میکنیم، این پایه‌ای که ساختیم این برای ما دیگه مفید نیست تو این دور زمونه. و برای من مهم بود که پس چطور برنامه هایی که داریم و از طریق رسانه ها چطور این فرهنگ رقابت رو انقدر پرورش میدیم، انقدر میبریم جلو، در حالی که به نفعمون نیست دیگه، و چطوری میتونیم این فرهنگ رو عوض کنیم از طریق مثلا رسانه ها که ما توش کار میکنیم. چه جور برنامه هایی باید بسازیم که این فرهنگمون یه خود عوض بشه و یه فرهنگ شاید همکاری به وجود بیاریم به جایی که همدیگر رو هی بخوایم بکشیم پایین. لیلا جان اگر موافق باشی ما بخش هایی از صحبت شما در کنفرانس تد رو با هم ببینیم و بعد برمیگردیم و میخوام بپرسم که در حقیقت نتیجتون چه بود بعد از این تجربه‌ای که شما داشتید. با ما همراه باشید. We like to play king. ما هممون میخوایم خودمون سلطان جنگل باشیم.
اینم تصویری از پارلمان کره. مطمئنم که شما از این تصاویر تو خیلی از پارلمان‌های دیگه دیدید که افراد سعی دارن با هم رقابت کنن. این بازی مسابقه یه که ما با هم داریم. یکی رو تصور کنید که نوک قله وایستاده و بقیه سعی دارن که اونو هل بدن پایین و خودشون جای اون بشینن. این یه بازیه، بازی پیروزی و شکست که خودمون درست کردیم. آدمایی که بازی میکنن بر اساس این اصول رفتار میکنن. حالا پروفسور مایکل کالبرگ در واقع میگه که سه فرضیه ناخودآگاه هست که بنا به اونها ما رفتار خودمون رو سازمان میدیم. این فرضیاتیه که دموکراسی ما و فرهنگ رقابتی ما بر اساس اون شکل گرفته. اول اینکه ما فرض میکنیم که بشریت خیلی خودخواهه. درسته؟ فرض کنید که ما آدمای خیلی خودخواهی هستیم که فقط متوجه منافع خودمونیم. دوم این که ما فرض میکنیم که منافعمون با هم خیلی فرق میکنه و بعد خودمون رو بر اون اساس در گروه های مختلفی قرار بدیم. نتیجتاً این گروه ها به طور ذاتی با هم در ستیزن، چون منافع ما منحصر به خودمون هست که اونچه که من میخوام با اونچه که تو میخوای یکی نیست یا همخوانی نداره. درسته؟ حالا که ما هر کدوممون به خودمون فکر میکنیم و منافعمون هم با هم فرق داره، بنابراین تنها راه سازماندهی این رفتارها راه رقابته. مشکل اینه که این فرضیه ها موقعی مطرح شدن که دنیای ما با دنیای امروزمون خیلی متفاوت بوده. این ایده ها خیلی بر اساس ایده های پروفسور هابز هست که متکی بر تمرکز قدرته و موقعی بود که دنیای ما هرگز اینطوری مثل الان به هم نزدیک نبود. ما آیفون و آیپد و اینا نداشتیم، تلفن معمولی هم نداشتیم، هواپیما و ترن و ماشین هم نداشتیم. این فرضیه ها موقعی به وجود اومدن که جمعیت ما، طرز زندگیمون، مملکت هامون نسبت به امروز توی یه نوعی از انزوا به سر می بردن. البته همیشه یه ارتباطی بوده. محیط زیستمون هیچ وقت اینطوری به استثمار نرفته بود، اما بعد دنیامون عوض شد. این دنیای امروزیمون خیلی متفاوته. تو عصری زندگی میکنیم که به طور وحشتناکی به هم مرتبطیم و من اتفاقا میخوام اون رو مربوط کنم به یه روز به خصوص، یه روزی که تو دنیای ما همه چی عوض شد. پروفسور دوان وران از دانشگاه مورداک پرت میگه که اون روز 24 می 1844 هست، تو اون هفته یا هول و هوش اون تاریخ. کنگره آمریکا تصمیم گرفت که دفتر ثبت اختراع رو تعطیل کنه، برای اینکه فکر کردن که هر چیزی که احتمالاً میتونسته اختراع بشه تا حالا اختراع شده و در نتیجه باید شاید در این دفتر رو ببندیم. در 24 ماه می 1844 اولین تلگرام زده شد و اون این بود که پروردگار چه کارهای شگرفی دارد. و اگه به پیشرفت تکنولوژی که به کوچیک شدن دنیا و نزدیک شدن ارتباطات مربوط میشه نگاه کنیم رو نمودار، میبینیم که بعد از 1844 این نموداری به طور ناگهانی بالا رفته. چقدر لازم بود که دفتر ثبت اختراعات بسته بشه. اگه به تاریخ نگاه کنیم، اختراع چرخ رو داشتیم، ماشین چاپ رو داشتیم، تک و توکی از این چیزای کوچیک. ولی یه دفعه بعد از 1844 خیلی سریع، تقریبا تو 167 سال به اینجا رسیدیم و اینقدر دنیا به هم نزدیک شده. بنابراین سوال اینجاست که تو دنیایی که اینقدر به هم نزدیک، متصله، آیا اون فرضیه هامون درباره طبیعت انسان و طریقی که انتخاب کردیم و داریم عمل میکنیم هنوز معتبرن؟ آیا این الگوی پیروزی و شکست که حاصل زمان متفاوتی بوده هنوز کارگره؟ من به جرأت میگم نه. حالا البته سوال پیش میاد که چه فرضیات دیگه ای رو میتونیم امتحان کنیم. مایکل کالبرگ ایده خودش رو در این باره داره و پیشنهاد میکنه که ضمن این که میتونیم فرض کنیم ما انگیزه های خودخواهانه داریم، مطمئنم که میتونم قصه های از کار خودخواهانه خودم رو بگم، در هر حال میگه که ضمن داشتن این انگیزه های خودخواهانه ما این ظرفیت همکاری کردن رو هم داریم و در طول تاریخ اون رو نشون دادیم. موضوع اینه که آیا میخواییم این خصلت رو پرورش بدیم یا خصلت دیگه ای رو؟ دوم این که ضمن این که بدون شک منافع مختلفی داریم، آیا میخواییم بهشون به صورت انحصاری نگاه کنیم یا اونا رو مکمل هم ببینیم، مثل نوتای یه پیانو؟ شاید، فقط شاید اگه ما تصمیم بگیریم که اینطوری نگاه کنیم به موضوع، ممکنه به اون چیزی که میخواییم برسیم. برای اینکه هر نوتی وقتی اهمیت داره که خودش رو جزئی از کل بدونه.
سوم اینکه طبیعت همکاری کردنمون رو پرورش بدیم و قادر باشیم که منافع خودمون رو تو منافع بقیه ببینیم. آیا رقابت و مسابقه بهترین راه رفتارمونه یا دید دیگه ای هم میشه داشت؟ خب بینندگان عزیز، بخشهایی رو که شما دیدید بخشهایی بود که از سخنرانی لیلا حیدریان، فیلمساز عزیز ما که همکار ما هستند، برای شما انتخاب کردیم و براتون پخش کردیم و صحبتمون در همین خصوص هست. لیلا جان، گفتیم که شما و شوهرتون رایان با همدیگه رفتید آفریقای جنوبی تا اینکه یک رسانه‌ای رو آغاز بکنید و اون تجربه رو داشتید در ارتباط با برنامه‌های، حالا بگیم ریالیتی شو یا برنامه‌ای که واقعیت رو نشون میده. بعد چه تصمیم گرفتید؟ ما یه خود راجع به این موضوع فکر کردیم که چطوری میتونیم این دو تا دنیا رو جورایی بیاریم نزدیک‌تر به هم. چطوری میتونیم واقعا یه فرهنگ همکاری پیاده کنیم در برنامه‌های تلویزیونی؟ و دیدیم که یه باورهایی هستش که این باورها در واقع پایه فرهنگمون هستش. یکی اینه که ما یه جوری فکر میکنیم که باور میکنیم که آدمیزاد خودخواهه، از درون خودخواهه. بعد فکر میکنیم که هر کدوممون یه علاقهی داریم، یه اینترستی داریم و گروه داریم و هر کسی یا هر گروهی یه چیزی میخواد تو این دنیا و این خواسته ها هماهنگی نداره، جزء خیالاتمونه و رقابت هم لازمه که بتونیم این مقاصد و به هدفمون برسیم. آره، به هدفمون برسیم. اما آدم میتونه فرض کنه که در حالی که حالا ممکنه خودخواه هم میتونیم باشیم، میتونیم از خود بگذریم یا همکاری کنیم. اینم یه چیزیه که یه صفاتمونه که داریم، منتهاش باید پرورش پیدا کنه، باید بهش برسیم، باید تعلیم بدیم. و در این حال ممکنه مثلا مقصد مختلف داشته باشیم، اما اینا همش هماهنگی داره، میتونه هماهنگی داشته باشه. مثل کلیدهای پیانو که وقتی این کلیدها رو آدم میزنه یه موزیک سمفونی قشنگ در میاد. بنابراین رقابت، اون رقابتی که آدم ها رو میاره پایین و باعث میشه که یه عده‌ای برنده میشن و یه عده‌ای بازنده، این ممکنه مفید نباشه برام، قشنگ نباشه، مفید نباشه، ما رو نبره جلو. ما فکر کردیم که خوبه یه برنامه هایی بسازیم که بر پایه همکاری ساخته بشه. و یکیش هم خب بعضی ها میشناسن، یه برنامه‌ای هستش که خیلی قشنگه، خیلی هم جالبه، که ایده جمع میشن و به جایی که ضد هم کار کنن به هم کمک میکنن. یعنی در اون کارشون رو در حد عالی انجام میدن، نه که مثلا سطح کارشون رو بیارن پایین، در حد عالی انجام میدن ولی به جایی که ضد هم کار کنن با همدیگه کار میکنن. کدوم برنامه هست این برنامه که شما اشاره میکنید؟ یکیش هستش، حالا به انگلیسی اسمش هست Extreme Makeover Home Edition. یه دیگه میشن، یه خونه میسازن برای یه خانواده ای که هیچی نداره. نه مثلا یه خانواده ای بود که شوهره سرطان گرفته بود، فوت کرده بود، مادره حالا داشت به بچه هاش میرسید، پول نداشتن، خونه شون داشت از هم دیگه جدا، دیوارا داشت جدا میشد، نم پس داده بود. وقت آدم ها تو اون شهر جمع شده بودن و یه ساختمون تازه براشون ساخته بودن، اومدن واقعا خدمت کردن به این خانواده و خیلی جالب بود که آدم ببینه در ظرف مثلا 4-5 روز چه چیز قشنگی رو ساختن با هم دیگه. واقعا یه خدمتی بود، یه احساس خوبی به آدم دست میداد وقتی داری برنامه رو تماشا میکرد. و ایده های مختلف هستش که مثلا یکیش هم خیلی جالب بود، در یوتیوب من دیدم یه برنامه‌ای بود که در نیویورک عده‌ای جمع شده بودن و یه میکروفون گذاشته بودن وسط شهر که تو این میکروفون نوشته بودن بغل دستش که فقط چیزای قشنگ بگین، حرفای قشنگ بزنین به هم دیگه. و هر کی از اونجا رد میشد یه چیزی میگفتش که مثلا امروز آفتاب در اومده، چقدر خوشحالم، یا چقدر شما بلوزتون قشنگ خانم، یه چیزی که مثبت باشه که
افکار منفی مثلا شهر نیویورک آدم از بین ببره، رو چیزای مثبت تمرکز کنه. آدم رو هرچی تمرکز میکنه اون بزرگ میشه و اون رخنه میکنه، پیش میره. خب پس بنابراین با توضیحاتی که دادید لیلا جان، رسانه ها خیلی یا افرادی که در میدیا هستند خیلی مسئولیت بزرگی رو به عهده دارند. خب لیلا جان، شما خودت رایان چه کار کردید؟ خب وقتی همه اینا رو دیدی و این تجربه رو داشتید، بعد تصمیمتون چی شد؟ والا این کار خیلی سختی بوده تا به حال، چون همونجور که شما میگین چالش بزرگی که هر کسی که تو رسانه ها هستش اینه که چجوری واقعا یه برنامه درست کنیم که واقعا جالب و جذاب باشه بعد که بقیه برنامه ها هستش، بنابراین که خب رقابت دیگه و چطوری آدم واقعا میتونه یه چیز جذاب درست کنه که، ولی خب این فرهنگ تازه رو یه جورای بیان کنه. ما خودمون شخصا فیلم های کوتاه درست میکردیم که تو وبسایتمونم بود، بعضیاش doubletake.tv که این فیلم های مستند کوچیک بودش که در مورد آدم های مختلف که حالا به خصوص در آفریقای جنوبی زندگی میکردن و نشون میداد که اینا مثلا چه کارهای مثبتی انجام میدن برای دوروریاشون، چه خدمات کوچولویی انجام میدادن تو زندگی روزمرهشون که آدم یه خود الهام بگیره از این چیزا و تمرکز کنه روی این صفات خوب. بعدم یه دونه فیلم مستند درست کردیم راجع به دموکراسی که نشون میده که چه ارزش‌هایی هستش، چه باورهایی هستش که این دموکراسی مونو در غرب در واقع اداره میکنه و چطوری میتونیم تکلیف آیندهمون رو یه جوری درست کنیم که واقعا همه با هم کار کنیم و از این حالت رقابت منفی که شما گفتین در بیایم و واقعا به طرف همکاری بریم. و این فیلم هم خیلی جالبه و هستش تو بودش تو اینترنت، متاسفانه فروختیمش و حالا میشه فقط سفارش کرد، ولی از طریق الهام تیوی یا doubletake.tv میشه پیداش کرد. چرا اون بخش های کوتاهی که شما داشتید بر روی دابل تیک تیوی یا الهام تیوی، ما بخش های از اون رو هم برای بینندگانمون پخش کردیم و میکنیم همچنان در بین برنامه هامون، ادامه اون کار الان در چه مرحله ای هست؟ خب ما اون کارمون رو که شروع کردیم چون نمیخواستیم که منتظر کسی باشیم، خودمون اینا رو ساختیم و خودمون گذاشتیم تو اینترنت و اگه خریداری پیدا میشد میفروختیم. اما حالا داریم سعی میکنیم که برنامه های به خود بزرگتر با خود مثلا ایسکای تلویزیون آفریقا درست کنیم و از طریق فیلم که میسازیم، اصولا فیلم های سینمایی، یه ایده هایی رو بیان کنیم که واقعا مهمه. یعنی داریم سعی میکنیم بزرگترش کنیم، یه خورده طول میکشه. این کارهایی که قبلا میکردیم میتونستیم خیلی تند خودمون با دوربین کوچیک درست کنیم و پخش کنیم، متاسفانه وقتی بزرگتر میشه و آدم مثلا برای تلویزیون آفریقا جنوبی میخواد چیزی بسازه طول داره، باید اول پروپوزال بفرسته ببینه که قبول میکنن نمیکنن، ولی الان انرژیمون رو داریم میبریم تو این کارا و تو کار فیلم سینمایی، داستانهایی رو تعریف کنیم که این ایده ها رو بیان کنه. در واقع امیدوارم که موفق باشید و همچنان به اون کارتون هم ادامه بدید و اون بخش هایی رو که روی دابل تیک یا الهام دات تیوی میذاشتید همچنان داشته باشید. به پایان برنامه رسیدیم لیلا جان، ولی قبل از اینکه برنامه تموم بشه، چی شد که از شما دعوت کردن که در این کنفرانس تد شرکت بکنید؟ یکی از اعضای اون هیئتی که این کنفرانس رو برنامه ریزی میکرد ویدیو بلاگ های آلمانی مو دیده بود. من یه مدتی هم ویدیو بلاگ به زبان فارسی پر میکردم هم به زبان آلمانی از آفریقای جنوبی و یکیشون دیده بود در یوتیوب آلمان، خیلی اون موقع خوشش اومده بود و یادش مونده بود که من اتریشیم و این عقاید رو دارم راجع به سوژه های مختلف صحبت میکنم و بعد با من تماس گرفت و گفتش که آیا علاقه داریم که شرکت کنیم. منم گفتم بله.
خیلی هم عالی. دوستان عزیز اگه شما میخواید اون گفتگوهایی که در حقیقت لیلا جان در بلاگشون داشتن رو ببینید و یا اینکه فیلمهایی رو که بر روی این فیلمهای کوتاهی که اشاره کردن رو بر روی تارنماشون نگاه بکنید، میتونید به فیسبوک ما رجوع بکنید. این آدرس ها رو اونجا خواهیم گذاشت. و همینطور اگر شما ایده ای دارید در ارتباط با این فرهنگ همکاری که لیلا جان اشاره کردن در به خصوص در رسانه ها، نظر خودتون رو برای ما بگذارید بر روی فیسبوک و ما سعی میکنیم که لیلا جان ما میتونیم اون لینک سخنرانی خودتون رو که در کنفرانس تد داشتید همچنان روی فیسبوک بگذاریم برای بینندگانمون. درست، آزاد، درست. خیلی عالی، خیلی ممنون لیلا جان از همراهیت. خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنون، مرسی. بینندگان عزیز، امیدوارم که هر جای این دنیای پهناور که هستید بتونید نقشی سازنده در ساختن دنیایی بهتر و فردایی بهتر برای همه داشته باشید. با این آرزو شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.